مورد بیشتر گفتگو میکنه با آقای سهراب بهمن سخنگوی وزارت اقتصاد سلام شب شما بخیر خیلی خوش آمدید به برنامه شکر. ممنون آقای بهمن میشه در مورد پیشی گرفتن افغانستان از شش کشور در مورد اینکه سولت های ایجاد شده بعد با دسترسی بازرگان و سرمایه گذاران به قرضه ها جزیاد بیشتر از شما داشته باشه اجازه بتین سلام داشته باشم خدمت شما و همکارانتان و بیننده عزیز شب همه بخیر بله آخرین گزارشی که گزارش سالانه کسب و کار که توسط بانک جهانی را می شد در کل افغانستان نظر به گذشته 16 پله در کل صعود کرده یعنی از جایگاه 183 م به جایگاه 167 م آمده و این خودش میتونه یک نوید خوب باشه اما واضحا که هنوز هم چیزی را که ما هدف داریم و چیزی را که می خواهیم نیست و بیشترین تغییراتی که آمده در مخصوصا در ثبت و راجستر به وجود آمده و بیشترین تغییرات آمده ما تقریبا بیشتر از 60 هفتاد پله در اوجا صعود کردیم همچنان در بخش حمایت از صنایع کوچک نظر به گذاشته خوب شده امروز حمایت های لازم میشه و این چیزیست که بانک جهانی ما اگر بگوییم میگن که دولت افغانستان میگه اما خوشبختانه این یک نهاد سیومی میگه که بانک جهانی هست و او سالانه از یک صندوق کشور گزارش شهر میگه و یکی از او بخش که بهتر شده اما انوز هم مشکلاتش پا بر جاست. موضوع قرضه هست در قرضه ما شش پله نظر به گذاشته سود کردیم از جایگاه 106 فکر میکردم و جایگاه 99 هم آمدیم و اما انوز هم تجار ما سرمایه گذار ما به خاطر دسترسی به قرضه با مشکلات مواجه هست و تلاش صورت میگیره که مخصوصا در وزارت اقتصاد ما در کار مشترکی را که داریم نیاز هست که در اونجا سرمایه‌گذاری ها جذب شود و یک عامل که میتونه سرمایه‌گذاری ها را جذب بکنه دسترسی در پهلوی مشکلات دیگری که هست دسترسی ساده و آسان برای قرضه هست خوشبختانه شاس با بانک مرکزی هم شد و با اتحادیه های بانکداری هم شد یک سلسله تغییرات ها آمده و نظر به کمک نرخ تکتانه پایین آمده حتی به بعضی سکتورها تا 5 درصد نرخ است از یکان بانک تجارتی ما دوم به بعضی از تولیدات زراعتی قرضه های با سود پاینتر یا با تکتانه پایینتر میتن و در کنارش یک قسمت مشکل دیگه ای بوده که یک تعداد آماده نبودن که از بانکداری مراوج استفاده بکنن بیشتر علاقه مند بودن که از بانکداری اسلامی استفاده بکنن و مخاطر بود که برانچ های بانک های اسلامی هم ایجاد شد و یک بانک مشخص اسلامی که تا مردم بتوان به راحتی بدون یزی که چون از موضوع اسلامی یا عقیدتی مطرح بود بتوان به راحتی قرض بگیرن اما بانک ها هم بعضی محدودیت ها را دارن چرا تکتانا بالاست شما که مصارف امنیتی هم بالاست بله. چرا تکتانه بالاست؟ تکتانه به خاطر بالاست که بازگشت سرمایه پس پولشان هم مطرح است چون شما بینید که اونا اکثرا به عنوان جایدات میگیرن مثل خانه، زمین، مثلا تعمیر و مارکت ها و اینا رو به عنوان جایدات میگیرن پس دوباره زمانی که دوباره ایره اگر یک پس میخواهند که پولشان حاصل بکنن با مشکلات مواجه میشن اما میشه که قیمت تکتانا در کل در مارکت بالا میره و اوزیان که سرمایه گذار ما نمیتونه که بوق... با بانک های خصوصی صحبت داشتین که داخل اینو بتونن که تکتانه پایان برن تا که بازرگانان و سرمایه‌گذاران بتونن به سهولت به قرض ها دسترسی پیدا کنن دقیقا ما با اونا نشستیم و میگه پایرک من خدمتتون عرض کردم اونا به عنوان اونا هم چالش دارن اونا هم مشکلات خاص خودشان دارن یک مشکل شانی هست که پروسه انتقال دارایی ها برای بانک ها بسیار مشکل است مخصوصا یک وقت یک شرکت افلاس میکنه نمی نمیتونه پس قرضه شبته مجبور هستن که مو ز... آ... ده... کلاترال یا امو تضمینی را که گذاشتن امو را به فروش برسانن او در محاکم تا تای مراحل میشه بسیار زمان میگیره تایی که دو داوطلبی میره و با فروش میرسه و شکل آزاد شده گیر این زمان گیر هست و بس به جایزی یک عنوان یک مشکل مطرح هست بنان اینها موارد بودن که اونا مطرح کردن خوشبختانه در بعض قسمت ها با محاکم صحبت شده و عمل هم هست که ما چگونه بتاریم که مصارفی زمینی دیگر به طور سال مصارف امنیتی چون اونها از موینت محافظت عامه به خاطر امنیت بانکشان یا برای انتقالات پولیشان به شکل به حجم بالاترش از او خدمات استفاده میکنن ما تلاش داریم که به یک مکانیزم دوست پیدا بکنیم که اینها قیمت این مصارف پایین بیاد تا اینا بتونن در تکتانه هم تغییرات بیارن اما خوشبختانه بعضی بانک ها گفتم که تا 5 درصد هم مخصوصا برای سرمایه گذاری های کوچک برای مخصوصا خانم ها تا 5 درصد هم با تکتانه پایین اومدن اما یک بحث تنها مشکل تکتانه نیست با. یک بحث دیگه می است که یک تعداد حاضر نیست با می تکتانه یک افغانی یک فیصد هم آماده نیست قرض بگیره اون میخه بانکداری اسلامی به با وجود بیاد بنان او هم نیاز هست که ما او را توصیه بودیم و خاطر بود که ما بالای از هم کار شد مخصوصا در بانک مرکزی که برنچ های اسلامی با اسلامیک بانکینگ بیشتر شود و مشخصا یک بانک هم تغییر بوده کار شود به بانک با شکل بانکداری اسلامی اما انوز هم به مسئله که چالش برق دارن چالش زمینه دارن انوز هم دسترسی به قرضه چالش است مخصوصا به صنایه کوچک و ما وقتی که اما ساختار قرضه به این مفهوم نیست قرضه گرفته نشده در حدود 40 میلیارد دلار 40 میلیارد افغانی قرضه ده پیش فعلا سکتور خصوصی است از بانک ها اما نظر به درجه سرمایه یا دارایی را که بانک دارن در حدود بیش از مثلا 300 تا 700 میلیارد افغانی در پیش بانک ها به با عنوان سرمایه هست اما از این جمله در حدود 40 میلیارد شده یک قسمت زیادی سرمایه گذاری ها را چون بانک ها بیشتر تجاری هستند و صنایع کمتر به خاطر که برگشت در صنایع بیسا مشکل است تجارکس کس میره پول یک مقدار جنس وارد میکنه میفروشه پس قرض میده اما در صنایع برای یک سال دو سال او صنعت به پای خود استاد نمیشه با تولید نمیه به خاطر یک ذره محدودیت ها را اینا دارن و بیشترین در حقیقت قرض مزایری که دادن در بخش خدمات بوده تجارت بوده صنعت بوده و زراعت در حدود پایین تر است در حدود 6 تا 7 درصد قرضه ها به بخش زراعت اما حال کار بالای جریان داره که ما بتونیم به زراعت هم خوشبختانه به طور مثال در موضوع جلقوزه اتیادیه ایجاد شد یک بانک آماده شد که یک قسمت کمک به عنوان قرضه سهل در خدمت اتیادیه ها قرار بده بله علاقمندی بازرگاران و سرمایه گذاران به گرفتن قرضه ها با تمام مشکلات و تکتانه های بلندی که در حال حاضر وجود دارد چگونه هسته؟ من بیشتر خدمتان هست کردم با آن هم در حدود 40 میلیارد افغانی قرضه را سرمایه گذار شما یا در شکل به شکل تجارتش یا بر شکل عرضه خدمات یا به شکل کارهای صنعتی و یا هم در بخش زراعت در مجموع از بانک ها گرفتن من تا یک ساختار بسیار جالب داره که بیشترین قرضه ها در ولایت های کلان گرفته شده به طور مثال 70 درصد قرضه گرفته شده در کابل است بعد از او در بلخ و هرات و دشکر. ننگرهار و قندهار بنابراین نیاز هست که ما بالای زی بالا. در کل کار بکنیم تا ای که بتوان سوالات های لازم برشان ایجاد شود تشکر بهمن صبا سپاس از اینکه با برنامه حضور یافتین